بینندگان عزیز با عرض سلام میخوام که راجع به آرامش در خانواده با شما صحبت کنم چه چیزی آرامش خانواده رو به هم میزنه؟ مسلما خشم یکی از اون عوامل هست اما من میخوام بگم که از خشم ما میتونیم بهره خوبی بگیریم یعنی خشم رو بیاریم دوست خودمون بسازیم و ازش بهره برداری بکنیم به چه شکل؟ حالا من در این سری از دو روز خدمت و نرس خواهم کرد در خانواده های مذهبی مسیحی معمولاً به خشم به عنوان یک چیز منفی نگاه میکنن اما خشم در واقع یک احساس خدادادیه چیزی است که خداوند در وجود ما گذاشته منتها باید درست ازش بهره برداری بکنیم من بیشتر خشم و تشبیهش میکنم به اون چراغ داشپورد ماشین که فرزن اگه چراغ روغن روشن میشه منظور نه که روغن ماشین نیاز به تعویض داره یا اگه چراغ بنزین همینجور روشن میشه یعنی بنزین ماشین کمه و اگه ما بهش توجه نکنیم و همینطور برونیم مسلما با مشکلاتی روبرو خواهیم شد همینطور هم خشمه اگه در خانواده کسی خشمگینه خشمی بروز میده این نشانه اینه که یک مسئله ای هست دردی هست که باید درمان بشه خشم احساسی است که نیاز ما رو در واقع با صدای بلند فریاد میزنه کسی که خشمی می‌خواد بگه که منو در یابید. من در وجودم ناراحتی دارم دردی دارم در مزامیر داووده که داوود میگه در مزمور 42 ای جان من چرا محزونی یا چرا افسرده ای وقتی داوود این سوال از خودش میکنه منظوری نیست که خودش رو سرکوف بزنه بلکه میخواد ردیابی بکنه میخواد ببینه این خشمی که در وجودش هست این ناراحتی از کجا ناشی شده اگه ما به خشم خودمون دقت نکنیم توجه نکنیم همینطور مثل مثالی که براتون زدم مثال ماشین باعث میشه که موتور ما بسوزه باعث میشه که خودمون با یک ناراحتی روبرو بشیم اگه با خشم درست رفتار نکنیم عواقب بدی به, به بار میاره مثل افسردگی شدید حتی افسردگی کلینیکی ممکنه تبدیل بشه دعوا خشم همه اینها میتونه وقتی درست باش برخورد بکنیم میتونه سازنده باشه خشم و دعوا اگه درست با اونا رفتار بشه در واقع باعث میشه که اون دو نفر که نسبت به هم خشم بینن با صمیمیت بیشتری رابطه با همدیگه برقرار بکنن و صمیمیتشون بیشتر میشه بذارید ببینیم که خشم دعوا اینجور چیزها چه فوایدی میتونه داشته باشه نخستین فایده ای که من فکر میکنم میتونه داشته باشه اینه که از راه نادرست ما داریم خودمونو میخواییم به صلاح ارائه بدیم خشم نادرست یعنی خشم باعث میشه که این راه هایی که ما در پیش میگیریم نادرست باشه در آیه هستش در امثال باب 14 آیه 12 است که میگه پیش روی انسان راهی هست که به نظرش راست میآید اما در آخر به مرگ می انجامد این نشون میده که عادت های زشتی که ما داریم و فکر میکنیم نرمالن اینا مثل خشم و چیزهای از این قبیل نهایتاً به مرگ منتهی میشه به مرگ سوق داده میشه بذارید یک مثالی بهتون براتون بزنم به فرض کنید که زوجی در حال رانندگی هستن شوهر رانندگی میکنه و زن از این رانندگی میترسه چون شوهر تون میره یه چیز مثال فکر کنم خیلی رایجیه بعد زن چون ناراحته چون ترسیده داد میزنه سر شوهرش که یواش برو این چه وضع رانندگیه و شوهرم مسلمه وقتی که در مقابل پرخاش زن قرار میگیره از خودش دفاع میکنه و شاید حتی تو تونتر بکنه ماشینو و تونتر برونه اما عزیزان یک چیزی که در اینجا من نمیخوام از شوهر دفاع کنم ولی زن اگه بتونه احساس خودش رو همونطور که هست ارائه بده یعنی احساس ترس رو به شوهر بگه من میترسم عزیزم و شوهر وقتی بدون زن میترسه لزوما مخالف اون نیست یا دشمن اون نیست اون موقع حتما ترتیب اثر خواهد داد و احتمالا ماشین رو کنتر خواهد روند پس عزیزان ما اگه بدونیم چه احساسی داریم احساس رو همونجور که اسب بیان کنیم اگه من میترسم بگم میترسم ترس و تبدیل به خشم نکنم و فریاد نزنم بلکه بگم با سمیمیت که ترس در وجود من هست اکثر دعواها عزیزان که در خانواده روی میده بر اثر اینه که ما نیازهای بر حقمون رو میخواییم بهش برسیم اما از راه نادرست اگه بتونیم روش رو تغییر بدیم من فکر کنم به مراد خواهیم رسید و این همه درگیری هم در خانواده نخواهد بود به طور کلی درگیری دعوا خشم همه اینها از یه این نظر خوبه چون به ما نشون میده چه چیزی عیب داره و باید اون عیب رو درستش کرد و همینجور که در دیدیم در این آیه که براتون خوندم یک مرگ رابطه ای جدایی یا یک طلاق ممکنه که اتفاق بیفته یک آیه هستش در رساله به یعقوب که میگه کمال خوشی دانید وقتی در زحمات هستید یه ترجمه انگلیسی هستش ترجمه فیلیپس که خیلی جالبه این آیه رو اینجوری میگه میگه زحمات مشکلات رو دوست خود بدونید چطور ممکنه آدم چیزی که باعث دردسر ناراحتی چه دوستش بدونه بله میتونه باشه به خاطر اینکه از این مشکلاتی که ما میتونیم درسای خوبی بگیریم چه درسایی میشه گرفت یعقوب مزایای این دوست رو شر میده از همون باب یک آیه سه تا چهار اگه خدمتون هست که تابون دست می نگاه کنید من خودم آیات رو میخونم به قول یعقوب نخستی فایده ای که از فشارها و سختی ها در خانواده در زندگی ما میتونیم این فایده رو به خودمون به اطرافیان برسونیم اینه که مشکلات نیاز واقعی ما رو آشکار میکنه و نشون میده که راه برآوردن آن باید درست باشه نه راه غلط مشکلات این حسن و داره در واقع به ما چیزی یاد میده درگیری و دعوا معمولا برای برآوردن نیازه من موقعی که نیازمندم اون موقع است که پرخاش میکنم دعوا میکنم از طریق این مشکلات و سختی ها میتونیم نیازمون رو تشخیص بدیم و به کمک خداوند بتونیم راه حل درست و مناسب رو در پیش بگیریم که در صلح و سلامتی ما باشیم دومین فایده ای که فشارها و سختی ها میتونه داشته باشه اینه که یک همچین درگیری خشمگونه میتونه خلاق باشه یه چیز خوبی رو به وجود بیاره اگه دعوا درست صورت بگیره خشم درست صورت بگیره پنهانش نکنیم ولی درست بتونیم اونو به راه بندازیم به درک عمیقتر و سمیمیتر منجر میشه فرزن من خودم اگه با خانومم سر یه چیزی اختلاف نظر داریم اگه بتونیم درست اونو مطرح بکنیم بعد میفهمیم که چقدر به همدیگه نزدیک شدیم در حالی که اگه اون خشم و پنهان بکنیم هیچ موقع به نزدیکی و صمیمیت منجر نخواهد شد و یک همچین حالتی که سرانجام به همون آرامشی که ایدئاله و ما همش در دنبالش هستیم خواهیم رسید فرزن در همون مثالی که من زدم اگه اون زن میتونست بگه که شوهر عزیزم من میترسم از اینکه تو, تو رو رانندگی می کنی مسلما این متوجه اوضاع می شد و حتما وضع این دو نفر نسبت به هم دیگه آرامتر می و سمیمیت بیشتری به وجود می اومد چنان که در اول پتروس با بسته هفته که پتروس میگه شما نیز ای شوهران در زندگی با همسرانتون با ملاحظه باشید و با آنان چون جنس زریفتر با احترام رفتار بکنید پس بیان ناراحتی و نیازامون میتونه ماها رو با همدیگه نزدیکتر بکنه پس باید متوجه نیازهای یکدیگر باشه مخصوصا زن و شوهر ما وقتی ازدواج میکنیم نیاز طرفم نیاز منم هست و بعضی اوقات ما به هم نیازهای همدیگه توجه نداریم فقط به فکر خودمونیم گویا هنوز ازدواج صورت نگرفته در یک همچین محیط خوب خانوادگیه که هر کسی بتونه نیازش رو درست بیان کنه که صلح و سلامتی در اونجا خواهد آمد و اما سومین ای که میتونه داشته باشه این فشارها و سختی اینه که خشم باعث میشه نوع ابراز محبت خودمون رو عوض بکنیم بذار یه کمی توضیح بدم عزیزان همه ماها به یک شکل محبت رو میفهمیم کتاب معروفی ازش پنج زبان عشق که در اونجا گفته شده که عشق محبت زبان خاصی داره هر کسی با یک زبونی محبت رو میفهمه ابراز میکنه مثلا بعضی اگه بهش کمک بکنی اگه مثلا شوهر به زن کمک کنه در کار خانه اون موقع زن میفهمه که شوهر دوستش داره یه زنی هست ممکنه انتظار داره که شوهر بهش هدیه بده یا مثلا وقت باش صرف بکنه یا کلمات تشویق آمیز بگه به هر حال هر کسی یک زبان عشق خاصی رو داره حالا ما از کجا بفهمیم که زبان عشق همسرمون چی هست یا در خانواده عضو خانواده چی هست وقتی خشم بروز می کنه فرزن شما در کار خانه, خانه اگه کمک نمی کنید به همسر و همسر فریاد میزنه خشمگینه چرا کمکش نکردی پس همین به ما گوشزد میکنه به ما نشون میده که من باید در اون کار بهش کمک کنم پس میبینید خشم طرف میتونه ما رو را راهنمایی بکنه که چه زبان عشقی طرف داره که من با اون زبان بتونم باهاش صحبت بکنم دعوا میتونه به ما نشون بده که همسرمون واقعا چه نوع محبتی رو از ما انتظار داره و بالاخره چهارمین فایده ای که خشم دعوا درگیری میتونه به وجود بیاره وقتی که ابراز میشه اینه که نهایتا به جلال خدا ختم میشه منظورم چی هست همه دعوا میکنند حالا ایماندار باشی یا غیر ایماندار به هر حال ناراحتی هست ایمانداران عزیز ما فکر نکنیم وقتی که ما به مسیح ایمان میاریم و تولد تازه پیدا میکنیم دیگه همه مشکلات ما برطرف میشه یعنی دیگه هیچ ناهنجاری در رفتار ما نیست هیچ خشمی نیست حالا از این به بعد همه چی به خوشی و شادی پیش میره ای کاش اینطور بود ای کاش همین در این زمین هم میتونستیم آسمان رو تجربه کنیم ولی واقعیت اینه که چنین نیست بعضی یا وقتی که عصبانیان از خودشون حرکات ناجور دیده میشه شاید کتک میزنن شاید چیزی رو پرتاب میکنن شاید فریاد میکشن یا به هر حال از خودشون نشون میدن که این قدم خوشایند نیست بعضی ها اگه این کار رو نکنن با کنایه و متلک و مسخره و اینجور چیزها ممکنه خشمشون رو بروز بدن با تغییر کردن با کنترل کردن طرف با مقصر رو دونستن یا حتی انکار کردن خشم ولی خشم وجود داره و ما باید درست باهاش رفتار بکنیم برخی به داشتن خصوصیات اخلاقی خاصی حتی شناخته شدن یادم یکی از اصطلاحات جالبی که ما ایرونی به کار میبریم میگیم از خر ترقه مثلا منظور اینه که طرف از کوره در میره بعضی ها واقعا اونقدر دیگه رفتارشون مشخصه که حتی یک اسمی هم بهش لقبی هم بهش دادن در زمان عیسی مسیح هم همینطور بود تو تا از شاگردان عیسی مسیح تقریبا یک وضع شبیه از خر ترقه داشتن چون اینا خیلی زود عصبانی می شدن و بهشون می گفتن برادران همون عصبانی و یه چیزی مثل این بهش لقب داده بودن پس درگیری خشگونه میتونه نشون بده که چه رفتار عادتی سالها در ما وجود داشته اگه من خشمون دائم مثلا با داد زدن یا چیزی پرتاب کردن نشون میدم این نشانه اینه که در زندگی من این یک عادتی شده و من باید روی این عادت کار کنم عزیزان تو این برنامه که ما بعدرم خدمتتون خواهم رسید در برنامه های بعدی ما میپردازیم به همه این عواملی که باعث میشه خش بروز کنه و در نتیجه آرامش خانواده رو به هم بزنه و ما تک تک اینها رو بررسی خواهیم کرد با این امید که شما تشخیص بدید که چه چیزی در زندگیتون باعث خشم میشه یا حتی در کودکی چه چیزی در زندگیتون اتفاق افتاده دائم تکرار شده که الان از شما یک موجود خشمگین ساخته و در این خانواده که شما الان هستید میتونید با بررسی جاهایی که از گذشته دردایی که داشتید اون بررسی کنید و بتونید زندگیتون رو بهتر بکنید پس تمرکز ما در این سری از برنامه هایی که ما داریم روی بیشتر خانواده خواهد بود و کوشش ما این خواهد بود که با شناسایی خشما و دردهایی که از گذشته داریم بتونیم در خانواده‌ای که الان هستیم آرامش به وجود بیاریم بدون شناسایی اون دردها مسلما آرامش پدید نخ... نخواهد آمد و خدا را شکر که خداوند ما را در این راه یاری خواهد کرد و وقتی که دردهای خود را خشمهای خود را که از خانواده پیشین داشتیم در زمان طفولیت و کودکی الان میتونیم ازش بهره بگیریم و در خانوادهمون اونها رو صلح و جایگزین اونها بکنیم ولی این شناسایی لازمه البته عزیزان من خیلی نمیخوام که فقط به گذشته ما نظر داشته باشیم و همیشه گذشته رو مطرح بکنیم چرا که در گذشته موندن کمکی به ما نخواهد کرد که آینده رو بهتر بکنیم اما بدون شناسایی دردهای گذشته هم ممکنه ما ندونیم چجوری الان این وضع خانواده خودمون رو بهبود ببخشیم و این در نکته چهارم که خدمتتون ارز کردم که خشم میتونه به ما کمک بکنه یه کمکش اینه که میتونه جلال خدا رو آشکار کنه در خانواده به چه شکل؟ به شکلی که ما شناسایی بکنیم دردامون و خشمامون و بعد به خداوند اینو اجازه بدیم که در زندگی ما کار بکنه وقتی که یک فرد قلبش رو به عیسی مسیح میسپاره و حیات تازه میابه شخص تازه میشه در واقع جلال خدا در اون خانواده آشکار میشه و به این وسیله خدا جلالش آشکار میکنه بیرندگان عزیز شاید بعضی از شماها الان در وضعیتی هستید که خانوادهتون خیلی داغونه مشکلات زیاد دارید مخصوصا خشم زیاد هست خودتون فرد خشمگین هستید یا کسی در خانواده خشمگینه میخوام بهتون بدم که شما ناامید نا نشید به خاطر اینکه ما به این ها مسائل و عوامل خشم خواهیم رسید و وقتی که اونا رو بررسی کنیم مطمئنم که شما هم میتونید ردیابی بکنید و ببینید که دردتون واقعا در کجا هستش و اونو درمان بکنید خلاصه کلام اینه که بذارید من یک جمعبندی بکنم از درسی که امروز یاد گرفتیم پس در درس امروز ما یاد گرفتیم که خشم هست واقعیت داره انکار کردنش چیز درستی نیست به خصوص در خانواده های مذهبی که خشم و یک گناه عظیم و کبیره میدونن باعث میشه که هیچ موقع خشم مثل چراغ خطر یا همون چراغ داشبورد ماشین راهنماییشون نکنه به عقب بر نگردونه رد یابی نتونن بکنن ببینن که از کجا این خش به وجود اومده پس هی با سرکوف زدن یا انکار کردن در واقع راه و مسدود میکنن برای اینکه آرامش پدید بیاد در زندگیشون و در خانوادهشون پس خش میتونه یک دری باشه به سوی آرامش منطقه دری که ما انتظارش رو نداریم ولی خش و آرامش در واقع میتونن با همدیگه مرتبط باشن و حتما هم مرتبطن میتونه نمایشگر وجود درگیری و دعوا باشه همینجور که عرض کردم اگه فرزند شما همسرتون یا فرزندتون در مواقع خاص خشبین میشه این میتونه به ما کمک بکنه که بدونیم که اشکال او در چی هست وقتی که در یک چیز خاص دائمون خشم تکرار میشه بنابراین خشم عزیزان میتونه دوست خانواده باشه اگه در خانوادیتون چنین خشمی هست من شما رو تشویق می کنم که به این برنامه توجه بکنید مخصوصا در سری های بعدی من بیشتر به موش کافی به دونه دونه از عوامل خشم خواهم پرداخت تا ببینیم که در خانواده ما در زندگی من این خشم از کجا سرچشمه گرفته و با شناساییش و میتونم از یک،, یک, اونو یک دوست بسازم برای خودم یک راهنما بسازم و بدونم که این هر موقع خشم در وجود من میاد به من میخواد یه چیزی رو بگه یک زبانیه یک چرا خطریه که میخواد بگه که یک چیزی در اینجا اشکالی هست که باید اونو رفت بکنیم بنابراین ما بیاییم از اون به عنوان یک وسیله جهت بهبود روابط و آوردن آرامش خدا به خانواده استفاده بکنیم دوستان عزیز اگه شما در یک همچین وضعیتی هستید من دعا می کنم که آرامش خداوند بیاد به سراغ شما که حتما خواهد آمد و هیچ نگران نباشید که چرا همچین حالتهایی در خانوادتون هست بهتون امید میخوام بدم که بهش توجه بکنید خشم دور نندازید ببینید که خشم به شما چی میخواد بگه و اگه اونو خوب گوش کنید و این فنونی که در درسای آینده خدمتون ارز خواهم کرد به کار ببندید مطمئن باشید که به نتیجه خواهید رسید من خدا را شکر می کنم برای کلیسا شما هر جایی هستید حتما گرده همایی مسیحیان هست کلیسایی هستش ممکنه کلیسا کوچیک باشه بزرگ ولی اگه در خانواده ای بودید که از اون خانواده واقعا خیلی ضربه خوردید برای اینکه ضربه های رویتون درمان بشه شما باز به خانواده جدید احتیاج دارید و این خانواده جدید که آغوشش همیشه بازه است و شما رو دعوت میکنم اگه دسترسی دارید حتما به اون کلیسا مراجعه کنید تا برنامه آینده همه شما رو به خدا میسپارم و با این دعا که آرامش در وجود شما در خانواده شما پدید بیاید